سال آخر دبیرستان بودم، موقع امتحانات نهاییمون بود، من دستگیر کردن. اتفاقا یه دوست خودم هم بود با من توی ماشین، هر دومونو دستگیر کردن بردن و در زندان اوین. ما که رسیدیم بشیم کتاب مارشناخ، چهار نفری پیاده شدن، بعد شروع کردن به لگد و چوب و به قول مارز زدن. و نگاهی که از پشت داشتم که میدیدم پدرم چجور به برادرم نگاه میکنه، میدونستم که این ملاقات خداحافظیه. هاییان در ایران مورد آزار و اذیت قرار میگیرن و این مسئله ریشه دار هست. بیشترین رقم زندانی رو جامعه بهایی تا یه 20 سال اخیر داشته. The Baha'i community in Iran is the obvious case of a minority, of a persecuted minority. حکومت ایران سعی کرده که از طریق تبلیغات مختلف و سایر رسانه ها، حالا چه در فیلم و چه در مقالاتی که در روزنامه ها منتشر میکنه، خشونت و نفرت رو بر علیه بهائیان برانگیزه. Children are exposed to negative comments, who they are, who their families are, indoctrination, discrimination then of a person in the labor market when trying to organize an independent life, discrimination also regarding marriage, family laws, and it goes on through the entire life and doesn't even stop with death if you also include desecration of cemeteries in the overall picture, the horrible picture. در سال 1360 پدر و مادرم یه حکمی رو از وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشاورزی دریافت میکنن که در اون حکم نوشته شده بود نام برده که دبیر آموزش و پرورش شهر زابل میباشد از افراد فعال فرقه زاله بهائیه بوده و دارای شماره تسجیل صهیونیستی فوق از شهر سنگسر می باشد. همچنین همسر وی علی رحمانیان به جرم داشتن مرام زاله از طرف وزارت کشاورزی اخراج گردیده و نام برده نیز وابستگی دارد. بعد از چند سال پدرم با تلاش فراوان می تونه که یک مغازه گل فروشی رو تأسیس بکنه. در سال 1387 عده‌ای از اداره اماکن شهر سمنان اومدن به مغازمون و به ما گفتن که جواز شما مشکل داره و چند وقت بعد هم مغازمون بسته شد. در همون موقعی که ما در حال تلاش برای گرفتن جواز جدید بودیم، افرادی به قصد تخریب مغازمون با مواد آتش‌سا به مغازه حمله کرده بودن و ما این قضیه رو به نیروی انتظامی خبر دادیم و شکایت کردیم، ولی در نهایت هیچ گونه همکاری از جانب نیروی انتظامی صورت نگرفت. در نامه‌ای که از دیوان عدالت اداری برای ما فرستاده شده بود اینطوری به ما نوشته بودن که در شغل گلفروشی در هنگام تزیین گل دست آدم مرطوب میشه و این از دیدگاه مراجع اوزان و تقلید بهای نجس محسوب میشن، به خاطر همین جواز کسب باطل شده و اجازه صدور جواز جدید رو ندادن. میشه گفتش که این یک حرکت فراگیر هست. همه بهائیانی که در شهرهای ایران، شهرهای مختلف ایران زندگی میکنن، مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. خانه هاشون حمله میشه، گورستان هاشون به تخریب میشه، خانه هاشون، بعضی از خونه هاشون به آتیش کشته میشه، مغازه هاشون پلمب میشه، دانشگاهی که در شهرهای مختلف هست اگر متوجه بشن دانشجوی بهائی است اخراج میشن. این نشون میده که یک روش هدفمند هم هست. خشونت و برانگیختن نفرت که بر علیه بهائیان در چند سال اخیر صورت گرفته توسط مقامات رسمی و نیمه رسمی و از طرف مسئولین و روحانیون شیعه و تحت حمایت بالاترین سطوح حکومت در ایران اتفاق افتاده.
نزدیک خونه خودمون شدیم برخورد کردیم با یه ماشین پراید که دامار شناخ چهار نفری پیاده شدن، بعد شروع کردن به لگد و چوب و به قول ما زدن. میگن که شما به چه مجوزی وارد محل شدید؟ اون کسی که میخواد بره خونه خودش، کسی که میخواد بره وطن خودش دیگه نیاز به مجوز نیست. رفتم جلو که ببینم وضعیت حداقل خونه خودم رو ببینم. بعد که وقتی رفتم داخل حیاط دیدم که چند نفر دارن حلبای خونه رو میکنن و دارن مشغول تخریبن. گفتم شما به چه مجوزی تخریب می خونه من فلان اینا. اینا دیدم همه از بالای پشتمون اومدن پایین و بعد شروع کردم ما رو زدن. بعد اومدیم دادگستری که از سر اطلاع دادیم، بخشداری اطلاع دادیم، به استانداری شهر اطلاع دادیم، تا به امروز که به هیچ نتیجه نرسیدیم. 50 تا خونه رو تخریب کردن، آتیش زدن، با تمام وسیله و تشکیلاتش از بین بردن. سیاست دولت جمهوری اسلامی در این بوده که جامعه بهائی رو روز به روز بیشتر زیر فشار قرار بده تا در بهترین صورت اونها دست از اعتقادشون برد. در سایت ها و روزنامه های حکومتی با نوشتن موضوعات و داستان پردازی های علیه بهائیان سعی میکنن که افکار عمومی رو تحریک بکنن و نفرت رو ایجاد بکنن علیه بهائیان. با اینکه حکومت ایران سعی کرده که از طریق تبلیغات مختلف و طریق رسانه ها، حالا چه در فیلم و چه در مقالاتی که در روزنامه ها منتشر میکنه، خشونت و نفرت رو بر علیه بهائیان برانگیزه، اما مردم ایران تحت تاثیر این تبلیغات قرار نگرفتن و روز به روز ما تعداد بیشتری از ایرانی‌ها رو می‌بینیم که به حمایت از بهائیان برخواستند. اگرم بعضی وقتا به خصوص در جاهای کوچیک، در دهات یا شهرهای کوچیک مردم توی این موضوع دخالت بدن، یا تحت تاثیرات تبلیغات دولتی میرن، یا که اگر خودشون کردن رو تعصبات مذهبی یا رو اختلافات مثلا ملکی، با دولت از باهایی ها حمایت نکرده و در هر صورت دولت جمهوری اسلامی مسئول. چیزایی که میگفتن، میگفتن باهایی ها کثیفن، رفتارشون غیر اخلاقیه، کافرن، نجسن، باهاشون غذا نخوریم، باهاشون رفت آمد نکنیم، دوستی نکنیم. به عنوان یک بچه دبستانی این چیزهایی که گفته میشه از طریق یک معلم توی کلاس با هم کلاسیات و هم سنات واقعا دردناکه. کلاس ریاضیات که داشتیم یکی از معلمینمون میدونست که من بهایی هستم و از لحظه ای که وارد میشد به جای اینکه به ما جبر و مثلثات یاد بده، تنها چیزی که میگفت از بهایی‌ها بد میگفت، اهانت میکرد، مسائل خیلی کریهی میگفت که اصلا گوش کردنش مشکل بود برای من، چه برسه به جواب دادنش. ولی اینم میدونستم که فقط و فقط میخواست منو تحریک بکنه. توی ماشینی که من رانندگی میکردم جزوه‌های تحصیلی کودکان بهایی بود و اون هم به نظر دولت ایران جرم به حساب میشه، به حساب میومد. من اون موقع دبیرستانی بودم، سال آخر دبیرستان بودم، موقع امتحانات نهاییمون بود، من دستگیر کردن. اتفاقا یه دوست خودم هم بود با من توی ماشین، هر دومون رو دستگیر کردن بردن و در زندان اوین حدودا نزدیک 10 روزی ما رو نگه داشتن، سلول انفرادی و با چشم بسته توی سلول انفرادی که تنها به اندازه کافی جا بود که بتونید دراز بکشید. دوباره دیگه در بازداشتگاه های مختلف دیگه به خاطر فعالیت های هنری، فعالیت موسیقی من داشتم، فعال بودم و میگفتن که تو باهایی هستی، میخوای اخلاق جوانان ایران رو فاسد بکنی، موسیقی شما موسیقی های غربیه، باعث فساد فکر جامعه و مردم میشه. پدرم برای اینکه فعالیت میکنه برای تحصیل عالی جوانان در ایران، اون جرم پدرمه. خواهرم فعال بود برای حقوق بشر در ایران، با دفتر خانم شیرین عبادی همکاری داشتن و فعالیت‌های خیلی ساده داشتن در مورد حقوق زنان در ایران، حقوق بشر در ایران.
دو دفعه دستگیرش کردن، زندان کردن، شوهر خواهر من رو زندانی کردن، وصله زدن که شما دست داشتین در این انقلاب سبز. این بیچاره اصلا از در خونش بیرون نرفته بود، ولی تهمت زدن که شما باهایی هستین، شما ضد رژیم هستین، و دو دفعه ایشون رو هم به زندان بردن. باهایی ها رو متهم به ارتباط با اسرائیل، با صهیونیسم هم میکنن. چرا؟ به لحاظ این که مرکز مقدس باهایی ها در اسرائیل کنونی است، ولی اون زمانی که این مرکز در اونجا تأسیس شده دولت اسرائیل وجود نداشت. تنها دلیلی که عنوان میکنن برای جاسوسی علیه بهاییان وجود مقبره بزرگان بهایی در اسرائیل هست که به عنوان زیارتگاهی برای بهاییان به حساب میاد. من به عنوان یک فرد مسلمان وقتی میرم عربستان برای زیارت حج، آیا وجود خانه خدا، وجود کعبه در عربستان دلیل بر اینه که همه مسلمانان جهان میتونن جاسوسی بکنن به نفع عربستان در کشورهایی که دارن زندگی میکنن؟ این استدلال نه مبنای حقوقی داره، نه مبنای عقلی داره، و با هیچ منطق حقوقی، با هیچ منطق عقلی قابل قبول نیست. روز آخری که ما برای ملاقات پدرم رفتیم میدونستیم که دادگاهشون تشکیل شده. گفتن که دادگاهشون شامل یک بازجو و یک نوار کاست و ضبط صوت بوده که اگر بازجو خوابشون ببره مثل که بیدار میشدن و میگفتن صحبت کن برای اینکه داره ضبط میشه. پدرم اینا رو به ما گفتن و گفتن که در دادگاهشون گفتن حکم به نفع اسلامه. خب ما فکر کردیم به نفع اسلام هست، عدل هست، انصاف هست و خواهند دونست که اینها هیچ کاری نکردن و آزاد خواهند شد. من معمولا وقتی برادرم با من بود همیشه میذاشتم که اول بره پدرم رو ببینه، و نگاهی که از پشت داشتم که میدیدم پدرم چجور به برادرم نگاه میکنه، میدونستم که این ملاقات خداحافظیه. همینجورم بود. روز 7 مرداد خبردار شدیم که ایشون و 8 نفر دیگه از بهایان تبریز رو اعدام کردن. البته این اعدام به دنبال 24 ساعت در سلول انفرادی بود که بهشون گفته بودن یا اعدام یا اسلام، که پدرم وصیت‌نامه‌ای رو که چند روز پیشش نوشته بودن رو گرفته بودن و امضا کرده بودن که در ساعت آخر حیات مطالعه شد. ما جسد پدرم رو تحویل گرفتیم فرداش، و این بعد از این بود که از ما حق گلوله خواستن، و این خیلی سخت بود که هم جسد رو باید میگرفتیم و هم حق گلوله رو که عزیزمون رو از دستمون گرفته بودن رو میدادیم. توجه به قوانین جاری در ایران، هر شخصی باید پاسخگوی رفتار خودش باشه، هر شخصی باید پاسخگوی جراحتی که وارد میکنه به فردی، پاسخگوی تخریبی که ایجاد میکنه، پاسخگوی رفتار غیرقانونی که میکنه باید در ایران باشه. اما در عمل ما ندیدیم هیچ وقت شکایاتی علیه مقامات دولتی به نتیجه برسه، مگر اینکه از ناحیه افرادی داخل در حکومت صورت گرفته باشه و قدرتی بالاتر از قدرت اون فرد حکومتی باشه که علیه شکایت شده. آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، که گزارش خودشون رو اخیراً در شورای حقوق بشر ارائه کردن، به هم به این نکته اشاره میکنن و در گزارششون میگن که در ایران یک فرهنگ معافیت از مجازات وجود داره که باعث تضعیف تأثیر ابزار حقوق بشری میشود که ایران خود آن را تصویب کرده است. جامعه بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر تو هر جامعه‌ای، تو هر قاره‌ای، تو هر کشوری و هر جمله ایران به خصوصیت It's our responsibility
to respond and respond in solidarity of target groups. And that is it's something that especially also the human rights community has to do. گزارش خشونت بدون مجازات که توسط دفتر جامعه جهانی بهائی منتشر شده، صدها مورد از شکنجه، آزار بدنی، آزار کودکان، تخریب گورستان‌ها و خشونت‌های دیگه‌ای که از سال 2005 تا به حال بر علیه جامعه بهائی با مسئولیت کامل برای عاملین اون صورت گرفته را مستند می‌کنه. این سختی‌ها و این مشکلات و این بی‌قانونی‌ها شامل حال نه تنها بهائی‌ها، بلکه خیلی از اقلیت‌های مذهبی دیگه، خیلی از فعالان حقوق بشری، خیلی از روزنامه‌نگارها، خیلی از وکلا، خیلی از انجمن‌های آزادی‌خواه در ایران در حال حاضر همین ظلم‌ها برشون وارد شده. دردناکه، ولی امیدواریم که یه روزی شرایط عوض بشه. امیدواریم که دولت ایران به وجدانش مراجعه بکنه، آزادی بده به مردم ایران، به شهروندان ایرانی از هر نژادی، از هر مذهبی، از هر طرز فکری، از هر هنری، از هر سنتی. انسان هستن، همه انسان هستن. ما نباید عقاید همدیگر رو حتما قبول بکنیم. شما اگر فکر میکنید عقاید دیانت باهائی رو قبول ندارین، چطوری میتونین حقوق انسانی یه شهروندی رو ازش بگیرین و انسان حسابش نکنین؟ ما باید یه جامعه‌ای داشته باشیم که مردم بتونن عقاید خودشون رو عنوان بکنن و حق داشته باشن عقاید خودشون رو پیروی بکنن و حقوق انسانیشون به جا باشه. بهائیان باید به خواسته قلبی خودشون که خدمت به ایران و در حقیقت آباد کردن کشورشون پا به پای هموطنانشون هست برسن.